الو الیف، چطوری؟ خوب نیستم. میخوام خوب باشم ولی نمیتونم. خودت چطوری؟ منم همین جوری هم دارم سعی میکنم خودم رو جمع جور کنم. ولی تو دیگه اینجوری نباش. همه چی داره درست میشه. تو هم باید خودت رو جمع جور کنی. درسته، ولی من نمیتونم خودم رو جمع جور کنم. آقا خزرم خوب بشه، من نمیتونم خوب بشم چون چیزای سختی رو تجربه کردیم. درسته، ولی دیگه خودتو ناراحت نکن. ببین هر وقت بخوای میتونی به من و ریحان زنگ بزنی. حتی اگه بتونی میای بیرون. مامان بزرگتم مشکل ایجاد نمیکنه. فردا همو میبینیم. فردا؟ آره حتما همو ببینیم. منم میخواستم بهت بگم، میخوام ببینمت. یعنی در مورد این اتفاقایی که افتاده میخواستم باهات حرف بزنم. باشه، حرف میزنیم. من وقتی رسیدم اونجا بهت زنگ میزنم. باشه الیف، حواست به عزیزه باشه. باشه، نگران نباش. پس دیگه آزاد، ممنونم که با وجود اتفاقا به هم گوش میدی و نگرانمی. امیدوارم از این به بعدم. این چه حرفی الیف؟ وجدانم اجازه نمیده خودتو اذیت کنی. تو هم اینجوری نکن. باشه، میبینمت. میبینمت. بی خودی نیست، بی خودی نیست. بعد این که بفهمی چی شده، تو را از دست میدم. خیر باشه عزیزم، قهوه واسه کیه؟ چی شده؟ آقا جونم عصب قهوه خواست. آقا ناسو؟ از تو قهوه؟ آخه ملکه، برای رسیدن به این لحظه باید همه این اتفاقات می افتاد. ببین واسه همین یه ذره خوشی، باید این همه بدی پیش می اومد ملکه. باشه ریحانم، جنبه خوبشو ببین. میدونم سخته، ولی فقط قلب تویی که میتونه با این چیزایی کوچیک خوشحال بشه. بهتر از اینه که بعد از اون همه بدی این لحظه هم نمیرسید، نه؟ آره، دیدی؟ آی قهوه جوشی زره ملکه، دستمان بیا. باش دستمان بیا. بفر برسه نسوی. حالا میبینیم، میبینیم، میبینیم که کیو کجا میفرستی. امشب و یادم نمیره، نمیذارم کسی هم یادش بره، مخصوصا تو ریحان. بس نبود بچگی مو ازم گرفتی، میرانم گرفتی، بس نبود آقا جونم هم گرفتی، ولی اصلا بهت اجازه نمیدم زندگیم هم ازم بگیری. اگه همه ی این چیزایی که سرم اومده رو از دماغت در نیارم، اسمم هم یاران نیست. خودم میرم، میرم. منم میام ریحان.
ازل، نامه‌ای که فرستادی و خوندم، هزار بار خوندم. خدا ازت راضی باشه. نمیدونستم غیر از تو از کی میتونم کمک بگیرم که از اینجا خلاص بشم و با پسرم زندگی کنم. پاسم نزدی. نمیتونم دینم رو ادا کنم. این جمعه دمدمای صبح همون جای همیشگی منتظرتم، دلشاه. دلشاه خانوم، مگه مامان میران نیست؟ اما نکنه تو به خاطر این نامه رفتی اونجا؟ من با این نامه دلشاه خانوم یه کاری میکنم که دلتون برای گذشتتون تنگ بشه، همه‌تون.